نشست علمی روزانه آیت الله العظمی صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 16 ربیع الاول سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در این جلسه در پاسخ به سوالی پیرامون رشیده بودن دختر و لزوم اذن پدر برای ازدواج دختر فرمودند: برای ملاک رشیده بودن دختر در روایات چیزی تصریح نشده است، لذا در چنین مواردی که موضوع حکم شرعی است، وقتی موضوع شد باید از عرف گرفته شود که دختر رشیده به چه کسی گفته می شود. معظم الله معنای اجمالی دختر رشیده را چنین بیان فرمودند: به دختری که سفیه نباشد و در حد خودش در هر سن و سالی که هست ملاک‌های خوب و بد را تشخیص دهد و قدرت درک و فهم این گونه مسائل را داشته باشد. ایشان در ادامه فرمودند: البته که مشخص است دختری که در سن 20 سالگی قرار دارد در حد دختر 40 سالگی تجربه ندارد و دختر 40 ساله رشد بیشتری دارد، اما معنای رشد را نیز باید از عرف گرفت که در نزد عرف رشد به چه معنایی است و همان ملاک عمل قرار می‌گیرد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. و اما اینکه 30 ساله اگر بخواد ازدواج کنه، این بسته به لاحرجه. اگر حرجی باشه ظاهرا لاحرج حتی اینو برمی‌داره. اذن پدر بنابر اینکه شرط باشه که محل خلافه بین فقها ها ببینید آرورا یه عده از فقها ها به اقوال متعددهی درش هست. بعضی گفتن در منقطع باطله، در دائم نه. بعضی گفتن در دائم باطله، در منقطع نه. بعضی گفتن در هیچ کدوم باطل نی، که برداشت خود من همینه. باطل نی، ولیکن خلاف یک کار حرام کرده، تکلیف نه حکم وضعیه. بعضی هم گفتن نه، مطلقا باطله. چند منقطع چند 6-7 قول در مسئله است. همین حشین عروه این 6-7 قول رو دارن، یعنی خود متأخرین. تابع اینی که برداشت فقیه چی باشه؟